وقت بخیر بیننده سرنوشت بگونه زنده از نور هستید نگران کشورهای آسیای مرکزی از فعالیت بیشتر گروه های تروریستی در منطقه مقام امنیتی تاجکستان از جا شدن بیشتر از 500 جنگجو در مرز میان افغانستان و تاجکستان ابراز نگرانی کردند سخنگوی کمیته امنیت داخلی تاجکستان بر ها گفته است که سازمان استخبارات آنان نه تنها این وضعیت را در ولایت قندوز دنبال میکنند بلکه تدابیر امنیتی را نیز در مرز آمودریا میان افغانستان و تاجیکستان اتخاذ کردند مقام های امنیتی تاجیکستان گروه های تروریستی در خط مرزی میان دو کشور و کشور را اعضای گروه طالبان جنبش اسلامی ازبکستان و جماعت انصار گزارش دادند این نگرانی ها در حال مطرح می شود که چندی پیش نیز دولت تاجیکستان نیروهای ویژه را در منطقه مناطق مرزی میان افغانستان و تاجیکستان مستقر کرده بود روسیه نیز بدنبال افزایش ناامنی ها در افغانستان و شکلگیری گروه تروریستی داعش برای از تعدید گروه ها به کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کرده بود بررسی این موضوع با حضور میمانان گرامی آقایان زلفقار امید رئیس حزب کار توسیه برنا کارشناس روابط بین و تواب دانش استاد دانشگاه میمانان گرامی خیلی خوش آمدید آقای امید در یک وضعیت کلی وضعیت امنیتی در آسیای میانه چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت میمانان گرامی خدمت شما و بیننده های... بزرگ تلویزیون نور در یک چشم انداز اگر ببینیم یقینا وضعیت امنیتی هم در افغانستان هم در منطقه و هم در سطح جهان هر روزی که میگذره میبینیم که وضعیت بدتر شده میره و این هم نتایج رقابت های منفی و رقابت هایی که از تروریست به عنوان ابزار استفاده میکنه نتایج چنین رقابت های منفی هست که بسیار واضح و هویدا هست هم همچنان که در داخل افغانستان رقابت وجود دارد چی های نظام... منفی میان کدام قدرت قدرت های ها؟ بزرگ آ... چی در داخل افغانستان چی بیرون نظام و داخل نظام رقابت ها وجود داره در سطح منطقه هم در بین کشورهای سر مشخصی که همه میدانن این رقابت ها وجود داره و در سطح جهان هم بین قدرت های بزرگ ای رقابت ها فعلا ادامه داره و نتایج زی نام ساختن جهان است و نتایج زی بردن جهان به طرف بیثباتی هست که قدرت ها باید این مسئله را مطلق به نظر داشته باشه ولی در قدم اول اون چی که و در پای اول افغانستان است متاسفانه به خاطر از اینکه فعلا افغانستان میدان رقابت از قدرت ها قرار گرفته و به عنوان یک تخته خیز به عنوان یک تختی شطرنج استفاده میشه به خاطر زی که در هر کشوری که حاکمینش فاسد وابسته و تمامیت خواب بوده باشه و برای به نفع دونر کار بکنه وضعیت همون کشور مثل افغانستان میشه فعلا هم در سطح افغانستان و همچنین خاورمیانه بعضی کشورهایی هستن که حاکمینشون وابسته هستن و این وضعیت و این حالت در اونجا هست و جریان داره حالا کشور مثل چین و روسیه که در منطقه هستند از حضور تنروا گروه تروریستی در تدیدند فکر میکنید نه چرا میخوان چنین یک رقابت منفی انجام بدن کشورهای دیگر صد متاسفانه روسیه شنیده میشه که از طالبا علیه دایش استفاده میکنه این یک اشتباه که روسیه خواهد بود مثل امریکایی که این اشتباه را اونا هم انجام دادن مماشات از نا با حکومت طالبان و همچنان با ایدولوژی طالبانیسم و ایدولوژی تروریستی فعلا پس اما اشتباه روسیه میخواه تکرار بکنه اگر روسیه واقعا میخواه علیه داعش بجنگه جنگ داعش باید مردم افغانستان رو توجه بکنه به جایی که طالبانه و یه هم بسیار زیاد دقیق است که یک حلقه خاصی روسیه و, روسی و چین و بعض کشورها را بازی داده و اینا میگن که شما میتونین تنها با طالبا علی دا دایش استاد شید و همیشه ابزار بعد هدف مقدس هم قربانی میکنه یعنی آیستا آیستا حلقات هدف چی هست که بجای ازی که از طریق جنگ وارد شوه آیستا آیستا طالبا در روسیه و جای دیگه جابجا بجا شوه و خود با خود اینا حلقات خود ایجاد بکنه در داخل روسیه و کشورهای دیگه به خاطر که در جنگ ممکن اینا دست چربی نداشته باشه از این طریق اینها را مطلق میخوایم از این تریبون بگیم که روسیه در اشتباه هست چین در اشتباه هست که ما با چینایی های مسئله صحبت کردی و فعلا هم به عنوان ناظر پروسی صلح نقش بازی میکنه و یک امیدواری برای از خلق شده که با طالبا میشه صلح کرد ما برای از گفتیم که ترورست ترست است. چه تا... چی چه چی دایشه چه حزب تحریر هست چه حزب تحریک ازبکستان است چه سپاه انصار است هر چی که هست به هر نامی که هست اینا هدفش تخریب است هدفش دهشت است هدفش ایجاد وحشت است هرگیز شما ساده به سادگی از این مسئله تیر نشین و به سادگی برخورد صورت نگیره گفتیم ما هم متقین هستیم بعضی حلقات تلاش داره و لابی میکنه چنه میزنه برای طالب برای شما میگه که با طالب میشه سلکت کرد ما سوال مزنایی بود که با کدام طالب شما میخوین سل بکنیم طالب فیلن یک پارچه نیست و توریست تنها طالب نیست یعنی قبلا ابدن و شاخه توریستی در افغانستان فعالیت میکردن یعنی فیلن سه هفته تیر میشه گراف بس 23 شاید به پینجان و آآ آآ ما برسیم به خاطر از یک فعلا تلاشی هست که کمپانی و شرکت طالب سازی از وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی انتقال پیدا بکنه به شمال افغانستان و به نقاط مرکزی این تلاش فعلا جریان داره و ادامه داره و بسیار هم به صورت درست و به صورت بسیار زیاد پشتوانه اینا به پیش میره سپاس آقای زالیهی وضعیت امنیتی بعدی که در منطقه آسیای مرکزی به وجود آمده شکل گرفته برآمده از دل رقابت های منفی قدرت های بزرگ است از جمله روسیه و چین و آمریکا و کشورهای دیگری فکر میکنید چین در و روسیه در حالت ناگزیری قرار گرفته بودند که دست به چنین رقابت منفی بزنند تا امنیت خودشان را به تهدید موجب سازند بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما گرامی و, و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم ببینین بحث رقابت میان قدرت ها یک رقابت سنتی است یک زمان طولانی است که ما رقابت میان در گذشته اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا و در یک تقسیم بندی کلان شرق و غرب را داشتیم مشاهده بودیم و از عزی نمونه های عملی و عینی رقابت ها را در افغانستان و قبلا در ویتنام و در جاهای که داشتیم حالا بحث کشورهای حوزه آسیای مرکزی شما از ناامنی در اونجا صحبت کردین ناامن نیستن در حالت تهدید به ناامنی به سر که این یک بخش از عوامل شمیتانیم در رقابت های فیما بین قدرت های بزرگ جستجو بکنیم از طرف دیگه نحوه عملکردها، ها سیاست ها و ایدیولوژی دولت های خود کشور های مرکزی است که اینا به صورت طبیعی و عکس عملی تهدید امنیتی تولید میکنن به طور مثال وقتی شما سیاست آقای رحمانوف در تاجیکستان ببینین ناگزیر هستن هایی که انگیزه به سمت اسلام گرایی دارن یا حداقل انگیزه سیاسی که مبنای دینی داشته باشه و در تقابل با حکومت قرار داشته باشه مجال سربلند کردن نه تنها برش دادن میشه بلکه کوچکترین نمونه ها و نشانه های از مبنای دینی داشتن یک حزب سیاسی در تاجیکستان جلوگیری میشه و سرکوب میشه همونطور در ازبکستان و کشورهای دیگری که فعلا خود را در آسیای مرکزی در معرض تهدید فکر میکنند کنند به اون نسبت هست که از آدرس افغانستان احساس خطر بیشتر میکنند که نیروهای فراری از کشورهایشان وقتی این جمعیان زمینه و فرصت میلان و حرکت پیدا می کنند یک روز خود را اونها هم در ساحه و موقعیت احساس میکنن که این گروه ها بیان و در دا داخل خاک کشورهایشان دست به شورشگری بزنند که من فکر میکنم در صورتی که توجه به وضع امنیتی در سطح منطقه نشوه و او روز دور نخواهد بود که تاجکستان هم آبستن شرایط و وضعیتی شوه نظیر شمال شمال شرق افغانستان به او خاطر هست که امروزه امطور که شما در مقدمه خواندین و گفتین که مقام تاجیکستانی از تعداد 500 نفر نیروهای شورشگر و تروریست در مرزهای خودش با افغانستان خبر داده برای تاجیکستان تعداد مهم نیست که 500 یک هزار یا چند هزار نفس داشتن یک پایگاه کوچک در مرزهای تاجیکستان داخل تاجیکستان را به خطر روبرو میکنه و تهدید مواجه میکنه و به نحوه در حکومت تاجکستان یک فضای ذهنی را ایجاد میکنه که اونا نسبت به هر چیز بدگمان باشن حداقل ما در گذشته از آدرس تاجیکستان اتهامات را به آدرس بعضی از حلقات در داخل افغانستان داشتیم که گویا اونا میخوان صادر بکنن تروریستا را به داخل خاک تاجیکستان این میتونست یک حدس باشه یک گمان باشه اما در بحثی که یک بخش از گروه های بنیادگرا و افراتی که در میان طالبها ها هستند یا زیر نام القاعده و داعش فعالیت میکنن مقصد تا مقصدشان تاجیکستان است و اینا به تاجیکستان خواهند رفت در صورتی که ای امکان پیدا بکنن و امکان و این ممکن است که دفع تدید با حمایت طالبان صورت بگیره ببینین اول در یک تحلیل کلان وقتی ما از یک پدیده یا یک مقوله سیاسی به نام تروریسم صحبت میکنیم دیده میشه که به یک تعریف واحد و جامع در سطح سازمان و ملل و قدرت های بزرگ و حلقات و نهادهای بین المللی و کلان نرسیدن تا هنوز که تروریست یعنی کیست با چه مشخصات با چه ویژگی های و از طرف وقت ای تروریست عینیت پیدا می کند در چهره ها و صورت های از دولت ها یا گروه ها یا حلقات در دنیا باز هم می بینیم که برای قدرت مثل یالات متحده امریکا یک گروه تروریست معرفی میشه که برای روسیه و چین او تروریست نیست شما وقتی در سوریه ببینید وقتی در عراق ببینین وقتی در وقت یمن و لیبی ایره مطالعه بکنین در مصر میفهمین که پر از اینا اهمیت منافعشان داره تا اه 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 توافق نظر به سر یک گروهی که او باید صحنه برداشته شود. البته که روسیه با حمایت طالبان که در برابر داعش گوی از طالبان استفاده کنه به نفت داره در این مسئله. ما هنوز یعنی صد فیصد ست به متقین نیستم که روس ها میاین و از طالب ها حمایت میکنن در برابر داعش. شاید این یک یک برای صاحب نظران و مسائل سیاسی باشه در زمانی که امریکایی ها هم خیلی

طالب ها را از بدنه دایش و القاعده جدا تعریف بکنند و دولت افغانستان را با او روی میز مذاکره بنشانند شاید تصور میکنند ده ای که در زمانی که امریکایی ها کار کارا میکنن روسا میخواهند این هر بر از دست امریکایی ها بگیرن و در برابر داعش از او استفاده بکنند و به شما بهتر معلوم است که بحث مبارزه با داعش در پهلوی از یک ضرورت برای دنیای امروز است و قدرتهایی که در حوزه بین حرف اول میزنند و منافع کلان در خارج از حوزه جغرافیایی خودشان دارن اما این یک بهانه هم هست برای حضور بیشتر در مناطق تحت نفوذ و سیطره و سلطه یکدیگرشان یعنی شما اگر وقتی بیاید بحث حملات روسیه را در سوریه بر علیه داعش به صورت موشگافانه مورد ملاحظه قرار بتین مورد مطالعه قرار بتین میبینین که 20 فیصد هم روسا در سوریه دایش نزدن که گروه های را زدن که بنوی از جانب عربستان و سعودی و ترکیه و قطر و باز در 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 نگاه کلانتر یالات متحده آمریکا و غرب حمایت میشن و یالات متحده امریکا هم به همون شکل بنابراین این بحث اینمو سودای منافع قدرت های بزرگ است و شاید هم شاید هم من حیث یک اعتمال بعید در آینده دا امکان داشته باشه از هر وسیله ولو طالب ها روسا در برابر دایش استفاده بکنند سپسو دا سپسو از شما بحث رو پس یک میان برنامه دنبال کنید درود مجدد آقای دانش قرار بود در نشست های چهار جانبه که میان چین، ایالات متحده آمریکا و پاکستان و افغانستان صورت گرفت و دور بینایی نشست امروز در اسلام برگزار شد. نقشه راه سل ترسیم شد اما دیده میشه که تا هنوز نقشه راه سل ترسیم نشده و وضعیت امنیتی در منطقه در یک حالت اشکنده واقعی قرار دارد به نام خداوند مهربان و به یاد شهدای عزیز افغانستان سلام بر شما و دوستان گرد میز. بدون شک طالب د داعش او القائده بینونه یک پدیده بین المللي و یک تروریسم بین المللي ثونس ته همروز ځایګوي خوده در روابط بین الملل ثابت بساوو او اکثریت کشور های دنیا را به این پدیده مواجه کردنه و بالاخره یک سلسله تدابیر علی بشریعت اینو بخرج دادن بدون شک امروز قسمی که شما گفتین که یک سلسله راهکارها به خاطر طرح مسائل صلح در اسلام آباد پاکستان امروز نشستی وجود داشت که در این نشست هم روی چگونگی طرح مکانیزم به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح معمولا شروع شد خب ابتدا اگر روی صلح یک کمی بیش ما صحبت داشته باشیم پایان هر جنگ بدون شک صلح است صلح به هر حالتش بر مردم افغانستان و بر منطقه یک ضرورت است در منطقه که معمولا گروه های تروریستی تحت نام های گوناگون فعالیت دارند و وجودشان معمولا حساس میشه که بدون شک افغانستان، پاکستان، کشورهای آسیای میانه هم هزی پدیده متاثر شدن به شکل بسیار زیاد جدی و شدیدش شورهای متاثر شده از تروریسم و افراطیت حالا تصمیم دارن که در برابر تروریزم و افراطیت بیستن از آه. پاکستان که بارها از طرف دولت افغانستان و که کشورهای دیگر متهم به حمایت از تروریسم است شما ببینید که کشورهایی که معمولا متاثر شدن از پدیده تروریسم اول خوب پاکستان بعدا افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه در داخل پاکستان و افغانستان متاسفانه یک سلسله گروه های افرادگرای مذهبی یا فندمنتالست های مذهبی وجود دارند که خود موجودیت فندمنتالست های مذهبی زمینه را به خاطر رشد گروه های تروریستی خاصتا زمینه را به خاطر سربازگیری از اینا مساعد ساخته و همچنان در کشورهای آسیای میانه چین روسیه که قبلا شما هم اشاره داشتین بناوی از اشکال این کشورها بستر خوبی به خاطر رشد و, و ترویج گروه های تروریستی هست و هینا هم دلایلی که زمین سازی کرده تا این گروه ها سربازگیری کردن چی بوده شما میفهمین که خب اگر که ما و شما تاکید سر کشورهای آسیای میانه داشته باشیم در کشورهای آسیای میانه اگر یک بار ما داخل قانون اساسی هزونا نظر بیندازیم دریافت خواهیم کرد که حقوق اساسی حد با در داخل قانون اساسی کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر دیده میشه آزادی های مذهبی به مراتب کمتر دیده میشه یعنی به این مفهوم که عدبای کشورهای آسیای میانه امو مراسم مذهبیشانه یا بالاخره به شکل آزادانه تمام اعتقادات مذهبی خود اگر برگزار بکنن بسیار زیاد کم است و این عدم دادن حقوق اساسی بر با در کشورهای آسیای میانه یکی از دلایلی است که میتونه تعدادی از مسلمانهای فندمنتالیست یا بنیادگرار را در کشورهای آسیای میانه به طرف معمولا گروه های تروریستی سوق بته که هم خودش یک زمین اسازی خوبی است در اونجا و در افغانستان و پاکستان قبلا قسمی که اشاره داشتیم اینجا هم به دلیل حدم حاکمیت قانون معمولا زمین سازی به خاطر آرشت گروه های تروریستی بیشتر است و در حین زمان از یک طرف عدم موجودت قانون هست دیگر طرف یک تعدادی از گروه ها و طبقات بنیادگرایی که در داخل جامعه وجود داره ای های سایست زمینه را به خاطر رشد و ترویج تروریستا بیشتر ساخته است و در حین زمان موجودیت تروریستا در داخل افغانستان و پاکستان که بدون شک منفعت چین و منفعت روسیه را به عنوان دو ابرقدرت بزرگ دنیا هم به شکلی از اشکال تحت تاثیر قرار داد است شما ببینید چین به عنوان یکی یا دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیا به خاطر رشد مسائل اقتصادی در حین زمان نیاز داره که در منطقی که زندگی میکنه در اونجا رفاه و آسایش صلح باشه که تا این که پیمانان جدید پیدا بکنه تا به اما خوابهای اقتصادی که دارن که بالاخره به عنوان بر قدرت اقتصادی دنیا مبدل شوند به او برسند ضرورت است بر از اونها هم که در منطقیشان صلح و امنیت باشند از طرف دیگر روسیه هم به شکلی از اشکال درگیر مسائل ناامنی است چون با در نظر داشت مرز طولانی که با کشورهای آسیایی میانه دارند و نفوذ گروه های تروریستی در کشورهای آسیایی میانه بعضی اوقات باعث میشه که منفعت اتحادیه جمهوری شوروی سابق اما روسیه همروزی را منفعت از اونها را در خطر مواجه بکنند چون اما سیطره بسیار زیاد قوی روسیه همروزی بالای کشورهای آسیایی میانه است و ظهور تور گروه های تروریستی متعدد و مختلف در آسیای میانه و بعضی از ارگانهای های اسلامگرای که در مثلا تاجیکستان وجود داره و در ازبکستان وجود داره و حتی در قسم اینا هم باعث شده که منفعت روسی را در اونجا بر مخاطره بیاندازن سپاس از آقای امید حالا اگر بحث امنیتی در منطقه آسیا مرکزی را در نظر بگیریم این کشورها به نحوی از این امنیت و ناامنی به خودشان سهم خودشان را دارند هم روسیه سهم میخواد ببره می هم تاجیکستان سهم میخواد میگیره هم چین به نحوی سهم خود را از تعدیدو میگیره حالا نشست هایی به منظوری جلوگیری از حضور و فعالیت بیشتر این گروه ها در افغانستان صورت گرفت و تلاش های از جانب این کشورها صورت گرفت تا هنوز چقدر این نشست ها و این تلاش ها مؤثر واقع شده گسترش دادن توریست در منطقه خصوصا در افغانستان منافع اقتصادی تجاری امنیتی منطقه‌ای <applause> از هر لحاظی که به سنجی سیاسی تمام کشورها را رو خصوصا روس و چین به تهدید مواجه می و ضربه میزنه ولی رای را که چین انتخاب کرده و روسیه رای درست نیست فعلا چین به عنوان ناظر در پروسی صلح نقلی ارک شرکت بکنه و بسیار زیاد خوشباور است که ما از طریق بتونیم به صلح برسیم نه ورها صدای مایی بوده که با ابزار صلح امکان نداره توریست ابزار است و با طالبی که عرق تعریف کرده اونا فعلا به چندین شاخه تبدیل شده و در صلح واقعی طرف ها مشخص است این هست. مورد حمایت چه قدرتی است که روسیه در اقل میدونه در لابگری های خودش موفق باشه یقینا یعنی فعلا ابزاری که روسیه هم روی دست داره ابزاری کاملا نامشروع است با او نمیتونه با با تروریست مبارزه بکنه و رای را که چین فعلا از طریق از پروسی نقلی میخواد به صلح برسه به امنیت برسه کاملا اشتباه است و نه اینا یک سردرگمی و یک اشتباه کامل به سر میبره از این خاطر هم ما میخوایم یاد بکنیم این نشست چهارجانبه ای که بارها گفتیم این نشست نقلی هست و ما را میبره به طرف توریسم و نتیجه هم از این هم تقویه توریست هست بارهایی را گفته و و این هم تاکید کرده که در سلی واقعی طرف ها مشخص است و یک زمانی مشخص دارد ده سال است که ما همین پروسه نقلی رو پیش میبریم جز از اینکه توریسم گسترش پیدا کرده شاخه های توریستی هم افزایش پیدا کرده و مانور توریستا بیشتر در بسیاری ساها دیده میشه نتیجه چیزی دیگی نبوده و دیگه ای که طالبان و تورستان خب با ارک مشکل نداره با آقای اشرف خانی مشکل نداره مشکل خب با ملت افغانستان داره مشکل خب با کتله که در درون افغانستان زندگی میکنن با اینا مشکل داره و دیگه ای که جانب دیگی را که به عنوان جانب سلو کننده مثل پاکستان که صادق نیست خود پاکستان فعلا به عنوان تولید کننده توریسم و توریست در منطقه هست و هم این قسم فعلا ارگ جمهوری اتهامی وجود داره که اینا از توریست حمایت میکنه آیا بامی کتله ها بامی گروپ ها میشه سلکت کرگیز یعنی این پروسی که ادامه داره وقتکشی هست اخفال هست فرصت دادن به توریست هست و شما ببینید چرا روسی چین پای خودش در این مسائل داخل کرده من خیلی متاسف هستم به خاطر از اینکه توریست ها بسیار لابی گرای بسیار قوی داره هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان بر توریست لابی میکنه و همیشه پیام سران حکومت افغانستان به جامعه بینبلی هست که طالب توریست نیست طالب کسانی هستند که اینا نادان هست و بازی خوردن با اینا میشه که ما بشینیم مذاکره بکنیم و به از حزب سیاسی باید ساخته شود که یقینا هم امی گپار در سطح کلان وقتی در سطح کلان یک کشور با کشورهای دیگه میشینه یقینا اونا باور میکنن و ما پیشنهاد ما برای کشورهای آسیای مرکزی خصوصا ای هست که افغانستان را از دید ارگ نباید ببینه افغانستان را از دید ارگ نباید ارزیابی داشته باشه بیاین با لایه لها... های مردمی اینا تماس برقرار بکنه بشینن نظرات رزنا را گوش بکنن در غیر از اینا در یک اشتباه مطلق به سر میبره و اینی رای را که میپیمایه می... می رای گسترش توریسم است رای تقویه توریسم است رای صلح نیست ما نمیتونیم با دشمن بشریت صلح بکنیم بارها پیامی توریستایی بوده که ما با انسانیت صلح نداریم پیام از نا کشتار بوده پیام از نا اختطاف و گروگانگیری بوده پیام از نا تخریب بوده و ایرانگری بوده ولی ما هستیم که توجیه میکنیم برای جامعه بلللی که با اینیمی دشمنان بشریت میشه صلح کرد شبست. که تا هنوز میبینیم نتیجه عکس است جز زمین گیر کردنی ارگان های امنیتی ما زمینگیر کردنی کردن مردم بزرگ افغانستان است زمین گیر کردن دوست های ما در سطح منطقه است سپاس آقای صالحی حالا اگر بگیریم این را که کشورها در هر معادله و هر بازی و هر کنشی که در نظام بین شکل میگیره و صورت میگیره در پایین نسن که منافع خودشان را به دست بیارن اگر تروریسم در منطقه در آسیای مرکزی در افغانستان زمینسازی تأمین منافع برخی کشورها باشد تجدید این نامنی ها در منطقه چقدر می توانند واقعا این قدرت ها را در تقابلی هم قرار بده مثل روسیه ایالات متحده آمریکا و چین اینها را ببینیم قبل از اینکه ما به سطح منطقه و حرف بزنیم اول افغانستان ببینیم که وقتی ما در برابر جنگ نامنی خشونت قرار داریم و مردم در یک وضعیت به سر میبرند که همه هم مغمشان غمشان امنیت شده با کار و بار و زندگی عادیشان برگشته و رسیده نمیتانند چی چیزی میتانه ما را به یک وضع بهتر از امروز از نظر امنیتی در قدم اول برسانه وقتی که امریکایی در سال 2001 آمدن و در افغانستان لشکر کشیدن طالب ها را از سحنه کشیدن وقتی که بحث نشست بن مطرح می شد هم آقای لخدر ابراهیمی حیث نماینده سازمان و ملل متحد و اما کننده و هم مقام های از ایالات متحده امریکا نقص نشست بن را نبود نمایندگان طالبان و نبود نمایندگان حزب اسلامی در او وقت خواندن که اینا هم جزء جامعه افغانستان هستند به اونها اگر اینا از ای نشست و از ای جمع آمد گروه ها و علاقات سیاسی افغانستان دور میمانند یک روز اینا به یک خطر برای افغانستان دوباره تبدیل میشن که به مرور زمان دیده شد ایالات متحده امریکا همزمان با ای که در افغانستان میجنگید جنگید بر علیه طالب و القاعده به نحوه دیدش نسبت به گروه های تروریستی و مخالفین مسئله دولت نسبت به طالب ها یک اندازه متفاوت تر بود تا القاعده و بعدها که دایش روی صحنه آمد اما اساسا وقتی که فکر بکنیم درست است بنیادگرایی و افراطیت یک پدیده هست که در برابر همه بشریت در حال حاضر قرار دارد اما به این معنا نیست که اینا یک کلیت جداناپذیر از هم باشند و همه اینها در هر رنگ و در هر قالبی که هستند به یک شکل باید اینها مورد مطالعه ما باشند و مورد ای که ما برخورد یکسان با همه اینها در همه جای دنیا داشته باشیم پیش خود ما این بس مطرح است و قبول شده است که طالبها ها تهدید هستند تهدید به بیرون از افغانستان نیستند اگر در گذشته اینا آمدن القاعده را یا رهبران القاعده را در افغانستان جای دادن درست است از او آدرس اینا یک تهدید به ایالات متحده آمریکا و غرب بودند امروز که دایش آمده دایش به خواست طالب نیامدن وقتی که امو کرکتر طالبان ما میبینیم در افغانستان اینا یک تهدید بسیار جدی هستند وقتی که نام را به نام امارت اسلامی ما روی طالبان میبینیم در فرهنگ سیاسی اسلامی امارت به یک حوزه کوچکی از یک قلمرو اسلامی گفته که زیر چتر خلافت می آید به اون نسبت طالب ها به هیچ صورت خارج از افغانستان تهدید جدی در حد القاعده و داعش نیستند به اون نسبت است که یالات متحده امریکا و چین و پاکستان و خود افغانستان هم تمایل نشان داده تا با طالبان گفتگو شود هرچندی طالبان هم حالا یک گروه نیستند چندین گروه هستند ما به خاطر ای که نیاز به صلح و امنیت و استقرار و ثبات داریم و در بحث جنگ هم دیده شد و تجربه شد که پیشرفت صد فیصدی را نداشتیم و با همین سازوکار موجود ما پیشرفت صد فیصدی را در برابر حداقل طالب نخواهیم داشت حتما باید یک روز مراجعه به صلح و گفتگو شوه با اینمو جهتی که صلح را قبول میکنه گفتگو را قبول میکنه میشه بایش با یک یک راه را ساخت که آغوش تروریست های وحشی غیر سازشکار خالی کرد و اونا را نمیشه ما همیشه تمرکز بکنیم سر نظامی یا همیشه تمرکز بکنیم سر دیپلماسی در یک جامعه در حال جنگ در یک جامعه در حال بحران از همه زمینه ها و امکانات دست داشته ما باید استفاده سپاس. بکنیم تا به اون نتیجه که تامین صلح و امنیت است در کشور برسیم سپاس حالا اینکه کشورهای منطقه فارغ, فارغ از افغانستان طالبان را به عنوان یک تهدید برای خودشان نمیبینند مثل چین چرا میخوان تمایل دارند که با طالبان گفتگو کنند میبینین وقتی که اینا من یک تهدید جدی برای خودشان نمیدانند معنای شی است که اونا فکر میکنن که این گروه یعنی طالبها ها در صورتی که با ایشان گفتگو شوه مذاکره شوه و امتیازی برشان در حدی داده شوه که هم منافع قدرت ا صدمه نبینه و هم منافع ملی افغانستان زیر پا نشوه میشه با اینا ساخت من هر گروه دیگه میشه که اینا را یک گروه سیاسی درست کرد به اون نسبت است که اینا تمایل بیشتر دارن تا بتانن حداقل تعداد از طالبا که به پروسه صلح آورده میتونن با دولت افغانستان و پاکستان صحبت بکنن اینا را بیارن وقتی بحث های پشت پرده و بحث را که ما فکر میکنیم شاید وجود داشته باشه اونا را داخل چارچوب تحلیل ما نه آره گپی نمی چیزی میشه که من میگم این اما... امروز جدی در سال 2001 حمله که بر برژه های دغلی امریکا صورت گرفت آمد در افغانستان طالبان را زد ببینین اگر در مو وقت ملامر پافشاری نمی سر ندادن اسامه بن لادن برای ایالات متحده امریکا اصلا من مطمئن بودم و هستم که امریکایی ها طالب ها را نمی زدن. و شما فراموش نکنین ایالات متحده امریکا در جهان اسلام و خاورمیانه به خصوص با کشورهای همکار است رفیق است پارتنر است که اونا از طالبا کرده خیلی بنیادگراتر افراتیتر بر ضد حقوق بشر غربی و دموکراسی غربی به طور مثال شما عربستان سعودی را وقتی ببینین ب... زنها در چه وضعی قرار دارن روزانه چقدر دست قطع میشه چقدر نفر اعدام میشه و اینا انتخابات اصلا یک چیزی به نام انتخابات در وجه وجود نداره ببینین امریکایها ها میتونستن به مرور زمان طالبها ها را اهلی تر از روزای اولی که آمدن و کابل تسخیر کردن بسازه و با اینا به نحو منافع خودش در اینجا تمثیل بکنه یا تعمیل بکنه به اون نسبت هست که تا هنوز برای امریکایها طالب ها تعریف جدای جایگاه جدای از القاعده و دایش دارند به همو خاطر گفتگوهای صلح را باب کردن و سه مرحله از این گفتگوهای چهارجانبه جانبه شده و این گفتگوها را ادامه میتن اگر با همه طالب ها نشوه من اطمینان دارم که اینا یک بخش از طالب های را که متعلق به پاکستان هستن از او آدرس تعمیل و تجهیز میشن و ایالات متحده امریکا هم به صورت غیر مستقیم حداقل روی از اونا اشراف داشته باشه اونا رو در پروسه سیاسی افغانستان شریک کردن و امو نگرانی که آقای امید دارن که قبلا گفتن آقای غنی خودش میخواهد طالب بیایه من گپشان شانه تایید میکنم که علاقات در داخل حکومت هم هستن با اینمی دیدگاه یا خوشبینانه یا از من نظرهای اتنیکی و قومی و سابقه منافعی که داشتن اونا بخشی از طالبا را فکر میکنن که میشه اونا را آورد و در سپاس. کنار اونا کار کرد سپاس از شما همزمان با تشدید ناهمنی در افغانستان سنای آمریکا اصرار داره که بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانه چرا این اصرار در این حالا صورت میگیره با وجودی که 15 سال حضور داشتن نیروها بله در رابطه با سوال قبلی شما که مکس کوتا داشته باشیم بدن پس میم سوال فعلی شما شما ببینید که صلح جزء لاینفک زندگی اجتماعی هر جامعه است پایان هر جنگ هم صلح است در جامعه انسانی صلح به عنوان یکی از پدیده های با ارزش است بنا ما به باور استم که صلح بر افغانستان بسیار با ارزش است با تمام ابزار و امکانات مادی و معنوی که دولت افغانستان بدست داره باید بدون بال سال حرکت بکنه باید دولت نظامی دولت افغانستان بدون بال سال بله بله دقیقا نظامی گرای ما دیدیم که در طول 13 الا 14 سال گذشته ما یک از مجرای جنگ یا استفاده از ابزارهای قهرمیز معمولا ما کدام نتیجه مطلوب بدست نوردیم با در نظر داشت این موضوع اگر ما بدون بال پروسه صلح به شکلی ازش اشکال حرکت نکنیم پس بس بدیلش چی خواهد بود در داخل جانب گفته کننده دولت افغانستان طالبان است و منطق طالبان هم جز جنگ چیز دیگری نیست دولت افغانستان را... رای دیگری هم داره در پیش ببینین ما در کل به این باور هستیم که طالبان او رنگ بویی که قبلا داشتن رنگ بوی قبلیشون از دادن امروز اتفاقی خود... در بغلان افتاد نمو... نشاندینده این امر نیست مگر که طالبان هنوز ببینین این میتونه به یک مانور ما طالبا به خاطر امتیاز بیشتر باشد از پروسایی سال خب می... اگر این مانور باشد که سالها دوم داشته این مانور بدون شک بدون دو دو اگر اگر قرار باشد در داخل جامعه صلح نباشه دولت افغانستان هم جمع متحدینش بدون بال پروسه صلح حرکت نکنند پس بدیل چی خواهد بود در داخل جامعه باز هم جنگ باز هم جنگ و در آینده باز هم جنگ چیزی دیگر نخواهد بود به حال سر سوال بعدی شما که ایالات متحده آمریکا باز هم مجلس سنا ایالات متحده آمریکا اونا تایید کردن که اقتدار بیشتر از نیروهای رزمی ایالات متحده آمریکا باید در داخل افغانستان باشن بدون شک شما میفهمین که در دنیا یک حاصل است از لحاظ اما روابط بین الملل به هر کس اگر میخوای که یک چاکلیت بتی باید دو چاکلیت توقع داشته باشی بدون شک او اهداف را که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان خاور میانه و آسیای میانه و کشورهای دور و نزدیک داشت تا به هنوز به اون هدف خود نرسیده برعکس یک بر هدف خود نرسیده از اونمو نزدیک بودن به او هدف آی آ... هدف آیسایسته سا هدف ایالات متحده آمریکا در افغانستان و در منطقه چی بوده خب هدف ایالات متحدی آمریکا میتونه که انتقال تیل یا نفت از آسیای میانه از طریق آبهای گرم به اروپا و آمریکا شما میدونین که امروز نفت به عنوان یک منبع حیاتی بر تمام دنیا است و نفت ایالات متحده آمریکا هم در حال خلاص شدن است ممکن است باشه ممکن است مبارزه با توریسم داعش و امثال هم باشه و یا ممکن است در همین زمان کنترول صلاحیت پاکستان باشه و یا ممکن است که جلوگیری از گسترش بی اقتصاد چین باشه و یا ده ها عامل دیگه میدونه به عنوان عوامل میشه که تاکید کنیم که او اهداف است خب به هر حال تا به هنوز ایالات متحده امریکا به اون او اهدافی که داشت به او اهداف نرسید بلکه از او اهدافش دور شده روان شد ناگزیر شد که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا جمع کسایی که در دستگاه سیاسی ایالات متحده امریکا نشستن اونها تصمیم بگیرن که تا ای که تعداد از نیروهایشان هم در چارچوب حمایت قاطع از نیروهای مسلح افغانستان و در حین زمان در به شکل نیروهای رزمی در داخل افغانستان باقی بمونند تا ای که بالاخره های سایسا هم با توریسم در حال جنگ باشند و همچنان کنترل سلاح حتم پاکستان باشه و اهداف دیگه این دوام حضور به نفع افغانستان و من امنیتی افغانستان خواهد بود شما ببینید که متاسفانه با وجود از اینکه افتاد 5 بیلیون دلار به خاطر تجهیز نیروهای مسلح افغانستان و بالاخره خود ایالات متحده آمریکا مصرف کردن و به خاطر اعمار افغانستان در مجموع مصرف کردن متاسفانه نیروهای مسلح افغانستان تا به هنوز به شکل به باید شاید آنچنان که باید علی تروریزم طالب القاعده و امثال هم مبارزه بکنن آنچه که ما و شما میبینیم متاسفانه تجهیز نشدن تمویل نشدن بنان عدم التم... امروز ایالات متحده آمریکا و اونا هم در کردند که عدم تجیز و تمویل نیروهای مسلح افغانستان باعث میشه که یک روز پس حکومت طالبانی و یا دایشی دوباره در افغانستان حاکم شود بنا ما به این عقیده هستیم که حضور نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان به حمایت از نیروهای مسلح افغانستان یک نیاز است الان هم باید این حضور ادامه پیدا بکنه چند پیش جنرال فرمانده عمومی نوتو در افغانستان که تازه مقرر شده گفته است که تمام جلوش هایی که در برابر نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره اما ضعف مدیریت در این نیروهاست در سطوح بالا و پایین و در میانه حالا فکر میکنید که این نقش را امریکا بازی خواهد کرد که این ضعف مدیریت از میان برداره شما ببینید که از ضعف مدیریت نمیتون که ما چشم پوشی بکنیم ولی در کنار که مدیریت از که ضعف مدیریت است در اونجا بعضی ارزش های دیگه هم در نیروهای مسلح افغانستان هم نهفته است ولی در کنار از اینکه ضعف مدیریت اونا تاکید میکنن روی ضعف مدیریت نیروهای مسلح افغانستان تا به هنوز تمویل نشدن یک سه چهار بال تیاره دی اواخر به دست آوردن در اکثر نقاط افغانستان هنوز اینا سلاحهای دورانداز ندارن تا به هنوز اینا به استثنای دی سی تو های دیسی دیگه هیچی ندارن بنا آن چیزی که ضعف نیروهای مسلح افغانستان در اینجا نشون میده از مدیریت بیشتر عدم تنویل از اونو. اما عدم تنویل و تجهیز از اون است اونها باید تنویل و تجهیز چون بشه سپاس شما آقای امید. با تشدید این امنی ها روز به روز در افغانستان و اینکه کشورهای منطقه آسیای مرکزی خودشان را در تهدید میبینن در این حالت روسیه از خود چی واکنش نشان دا خواهد داد دیپلماسی خواهد کرد با این گروه ها یا عملی بمثل انجام خواهد داد چیزی رو که از روسیه شنیده ای بود که هر استگاهی اگر در شمال افغانستان دایش رشد بکنه ما وارد عمل میشیم ولی حرکت های بعدی روسیه واقعا متاثر کننده و معیز کننده هست از اینکه که گفته میشه که اینا بیشتر روی طالبات تکیه کرده که از او طریق بخواید در مقابل دایش استاد شوه اگر چنین چیزی باشه اینا به با او آه، آه، هدفی که تعیین کرده نمیرسه و چیزی را که گفته هم عملی نمیشه بخاطر خاطر زی که بسیاری از نظر نظرا بسیاری وقت ما میشنیم که هدف داعش آسیای مرکزی هست و رقابت های قدرت های بزرگ هم مولدش شمی خواد بود ولی اون چی که ما روی از نقطه تا، تاکید میکنیم هدف داعش هدف ترورست پیدا کردن یک سرزمین هست که فعلا دونر داره تجهیزات داره نیرو داره ولی اون که نداره مرکزیت و یک سرزمین است که فعلا اون سرزمین افغانستان است و سرانی وابسته و سران ابزار برای ازنا وعده داده و مسئولیت انتقال و جابجایی توریست‌ها را به دوش داره که یقینا هر روزی که میگذره ما میبینیم که نشانه های دیده میشه که هر روز اینا تقویه میشه و اینا گسترش پیدا میکنه و مسئله دندیگوری رو که شما یاد کردین شما شاید هستین که فعلا پروسی تصفیه, تصفیه توریست همیشه در هر جا متوقف شده مثلا آقای جنرال مراد چند پیش رفته بودن در دندیگوری هدف شی بود که دندیگوری باید تصفیه شده در این روزا پس خوانده شده که باید پس بیایی فعلاً هم در کابل است. حکومت رفته... در پای چی است با این گروه ها که درگیر میشوند باز دوباره هدف سران حکومت دفعاً. البته کلی حکومت نه به خاطر که در بدنی حکومت ما کسانی را داریم که دلش قلبش فکرش به وطن میتپه و میسوزه حلقات خاصی در درون از این نظام هست که ماموریت داره که وطن را بده به دست توریستا و این یک مرکزیت شوه برای توریستا و توریستا با دونرایی که داره به اهداف خود برسه فعلا تمام عملیات تصفیه‌ای متوقف میشه از طرف سران حکومت مثلا آقای دوستم رفت در شمال پس خواسته شد آقای جنرال مراد دمی روزا در دندگوری به تصفیه دندگوری رفتن که فعلا مرکزیت توریست ها شدن با مو موافقتنامه ننگینی وزارت اقوام و سرحدات که با اونا امضا داشته بودن تبدیل شدن به یک مرکز توریستی خواستند که اون مرکزیت تصفیه شود. پس خوانده شد پس خواسته شد و مسئله زایر قدیر هم که در مشرقی با دوستانشان میخواستن در مقابل دایش استادشا به نحوی افراد از نارا شامل یک چارچوکات کردن و گفتن که شما ناهماهنگی دارین با حکومت و مسئله دیگیر هم که بسیار زیاد واضح است برای ملت بزرگ افغانستان فعلا نیروهای امنیتی ما در حالت دفاعی قرار گرفته قستن و عمدن. و شما میبینین که لباس های اردوی ما لباس های پلیس ما بعد از دو ما رنگ خود از دست میتن و در بسیاری ساحات سرباز های ما میگه بدی ما نان و مرمی و لباس نمیرسه شاکی هستن و از طرف دیگه وقتی که مردم استاد شدن که ما علیه تروریست استاد میشیم و اینا به ناموس ما حرمت قائل نیست اینا به عزت ما حرمت قائل نیست اینا ما رو میکشه گروگان میگیره همین قیام های مردمی تر... تا... توسط سران حکومت سرکوب شد شما میبینید که این یک آ... آ... گسترش توریست و آوردن دایش یک پروژه است در پروژه سران حکومت هم شامل هست و متاسفانه هم آ... توریست ابزار است هم سران حکومت ابزار است بازیگرا کسان دیگر هست که از این ابزار استفاده میکنه و این ابزار هم بسیار ابزار های ناانصاف هست و, و در این صورت گفتگوهای سلام نتیجه نخواهد اصلا این گفتگوی حصولی که دوستان میگه این گفتگوی سولی واقعی نیست ای گفتگوی صلح عرک و ای گفتگوی نقلی هست که ده سال افصد میلیون دلار برای مصرف شد به جز تقویه توریسم ما نتیجه دیگه نداشتی و فعلا هم مردم افغانستان کوچکترین باورمندی راجع به پروسه سول نداره این نقشه رای که میگه نقشه رای گسترش توریسم است این نقشه رای سپردن افغانستان به توریست است چیز دیگه ای که ما رو به سول برسانه نه در هر کجا قبلا در مسئله طالبا و گروه های توریستی تنها در جنوب بود این می سلسل بازی رو آوردن در شمال امی سلسل بازی آوردن در مشرقی فعلا مشرقی ده. پلان امی است به عنوان پایتخت دایش انتخاب شده در منطقه و امی رادیو خلافتی که فعلا نشرات داره آب آب یقینا بسیار واضح است از طرف حلقات یا از طرف نهادی در دا داخل نظام تمویل میشه یکی طالب و توریست است یکی ایدئولوژی تروریست است یکی گستریش طالبا و دایش و کسان دیگه است و یکی گستریش ایدئولوژی توریسم است که به صورت نرم توسط گروه های به نام تبلیغی در شمال عمل گروه های تبلیغی رو شما از شمال سوال بکنین در هر ساحه فعالیت داره به نام تروریستا رو به نام مجاهدین یاد میکنن که مجاهدین به درد شما میخورن به صورت بسیار واضح اینا فعالیت داره در 13 ولایت بر از مرکزیت داده شده مسئله دیگه حزب تحریر است که در شمال بسیار زیاد فعال هست و در هر ولایت اینا یارگیری میکنن سربازگیری حزب تحریر چرا دولت افغانستان جدی نمیگیره این حزب اگر ما برای شما میگیم که سران دلیل پروژه تخیر است سران حکومت به اصطلاح وحدت ملی در آوردنی دایش در گسترش توریسم اینا سهیمن اینا بازیگر هستند اینا مسئولیت انتقال و جابجایی توریست را دارند فعلا دو نقطه امیدواری که وجود داشتن امروز زمین گیر شدن یکی ملت افغانستان ملت افغانستان رای فرار نداره هم برای از کار پیدا نمیشه هم اینا گروگان گرفتن میشه هم اختطاف میشه هم کوچکترین امیدواری که از این در شهر میره که زنده برگرده برای از وجود نداره فعلا مردم افغانستان هم نان از ناگرفته شده از سرخان از نان نان گرفته شد و هم هیچ گونه احساسی امنیت نداره که این ملت زمین گیر شد و از طرف دیگه یک نقطه امیدواری که راجع سربازان دلیری موجود داشتن که این سربازان ایتانمندی رو داشتن که در مقابل توریس استاد میشه امروز میبینیم که هم از نان از نا زده میشه هم از مرمی از زده میشه هم اینا در حالت دفاعی قرار گرفته میشه دست ماشه هست که چی زمانی زمان تروریست بالای از ما حمله بکنه که یک تخ کنه در حالی که نه ما وقتی که فرصت فراهم میشه مثلا زمستان فرصت بود که ما تروریست ها رو تصفیه بکنیم و از بسیاری مراکز, مراکز, اینا رو گم بکنیم امی سران حکومت یک پروسی بنام پروسی نقلی بنام صلح آغاز میکنه اما زمانی که ما بخوایم توریست را تصفیه بکنیم اینا یک چیز به نام صلح باز در تابستان و در بهار گوم است وقت صلح نیست جنگ است و زدن است و ما هر روز قربانی میدیم ولی در زمستان که عرق پیدا میشه و او هم بسیار نقلی و کسایی که با اینا میشنن اونا کسان نیست که تصمیم گرینده باشه بسیاری وقتا دمی, دمی ده سال کسان نبودن که به عنوان دکاندار پیدا شد مولا منصور نیم میلیون دلار گرفت پسان دیدیم که یک دکاندار عادی رو امی عرق شندن سپاس از فعلا هم این پروسه نقلی هست این پروسه باید متوقف شد این شورای صلح که در اونجا یک خوابگاه است برای 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 توریستا این باید لغو شود سپاس از منافع ملی هست این پروسه هم واقعا تمام مسائل زیر سوال بردن ملت افغانستان خاص چه می است تشکر آقای صالحی در واکنش به عملات تروریستی در منطقه و گسترش این عملات به نحوی به کشورهای آسیای مرکزی دولت تاجیکستان از جمله تصمیم گرفته که اکثری قواعد سختگیرانه ای را در برابر شهروندانش وضع کنه این قوانین سختگیرانه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به منفی بودن و مثبت بودن روند تشدید ناامنی ها در منطقه ببینید دولت تاجیکستان خب میدانیم یک حکومت است از تحت مستقیم روسیه و آقای رحمانوف هم در گذشته در برابر اسلام گراه موضعی بسیار جدی و سخت داشت و به نسبت ناگذیری هایی که پیش آمد و بحث صلح و آشتی میان نوزت اسلامی تاجیکستان و دولت تاجیکستان مطرح شد و در ای اواخر دوباره میانشان یک تشنج بسیار جدی به وجود آمد و آقای رحمانوف به هیچ کسی رحم نکرد تعداد از اعضای نوزت اسلامی تاجکستان در حال حاضر در تبید هستند تعداد در حبس هستند خب این میتونه مشکل خود تاجک ها را بیشتر بکنه مشکل بنیادگرایی را در تاجیکستان تقویت بکنه اما یک بحث بر ارتباط افغانستان خدمت شما عرض بکنم که ما در طول چهارده سال متاسفانه چیزی که نتانستیم به وجود بیاریم منظورم از حکومت ها، دولت ها و شخصیت های سیاسی مطرح و در زده های رهبری افغانستان است امی اعتماد از آدرس حکومت و دولت در افغانستان به مردم داده نتانستیم که مردم فکر بکنند دولت به نمایندگی از اونها در بحث صلح و جنگ تصمیم میگیره متاسفانه شخصیت ها گوی به دنبال قوم رفتن گوی به دنبال سند رفتن گوی به دنبال حزب رفتن گوی هم به دنبال سرمایه اندوزی و اینا رفتن نتونستن از خودشان یک چهره در حد و مستوای افغانستان به وجود بیاورن به همون مست... نشان بتن به همون نسبت است که امروز هم وقتی ما بحث همی به اعتمادی ها را نسبت به حکومت و وحدت ملی و کارکردهایشان در نظر مطرح میکنیم که اینا القاعده را میارن یا تایش تا و طالب اینا را میارن اینمو به اعتمادی است که او به اعتمادی متاسفانه روی نیروهای جنگی ما هم تاثیرش انداخته روی مردم ما هم به این معنا نیست که طالب ها از ما کده امکاناتشان بیشتره شما ببینید طالب از وزیرستان جنوبی و پاکستان میاد دند غوری از هر راه در برابر ما که هم در مزار هستیم هم در بغلان هستیم هم در قندز هم در تخار هستیم. می معنای مانوی چی است جز به بی انگیزگی بیروہیی بی اعتمادی نسبت به کارکرد کلانای ما در رهبری دیگه چیزی بوده هیتانه سپاس وزیر خارجه افغانستان به چین سفر کرد و یکی از وعده های دولت چین این بود که راه ابریشم مسیر راه ابریشم به عنوان یک پروژه بزرگ اقتصادی دوباره راه راه این نامنیها ها و تشدید نامنیها ها در منطقه چقدر پیوند داره با این پروژه ای رای پیوند بسیار جدی داره تا زمانی که امنیت نباشه نه شما تاپی داره نه بحث رای ابریشم یا هیچ چیز دیگه شما نمیتونین داشته اولویت در افغانستان فعلا امنیت است امنیت را گفتم در عدم اعتماد نسبت به حکومت از ما مردم گرفته شده ده هزار نیرو گفته در این مسیر دولت چین جا با جا میکنم فکر میکنید این نیروها میتونه به هیچ صورت به هیچ صورت چین کشوری نیست که به خاطر ایرای ابریشم در افغانستان بیارن نیرو پیاده بکنه و این کار به هیچ صورت هم نمیکنه و این تجربه را از چین هم به هیچ صورت نمیکن. احتمالاً اگر روسا در صورت یک تهدید داعش برای خودشان جدی در مرزهای کشورهای آسیای میانه ببینن یک چنین کارای را او هم موقتا از خودشان بروز بدن چین هیچ وقتی کار نمیکنه ما خود ما در قدم اول مسئول هستیم Okay. حکومتداری خوب به وجود داره اعتماد مردم نسبت به خود ما جلب بکنیم و در رأس مدیریت جنگ ما افراد کارکشته و خبیر قطع نظر از اینکه متعلق به چه قومی هستند متعلق به چه حزبی در افغانستان هستند، به وجود بیاریم و بعد جنگ خود ما مهار بکنیم نیروها را آماده به این بسازیم که در صدد امتیازگیری بیشتر از ظروف ما نباشند بلکه امتیاز از ما اگر میخوان در روی میز بگیرن از اون نقطه بگیرن که اونا خودشان محتاج از ما به باشن من یک مثال بسیار کوچک میتونم وقت زیاد نگیرم ما امروز همه چیز ما نسبت به دوران مقاومت که در برابر طالب ها می جنگیدیم بیشتر هست حمایت بین المللی پول امکانات هم ما چیزی را که نسبت به او وقت در حال حاضر نداریم اعتماد است ما در او وقت یک جغرافی بسیار کوچک داریم اعتماد ولی اعتماد به رهبری او وقت معلوم بود درس حکومت ما کی است مو... اه... رهبری جنگ ما را به عهده داره و بحث ستون سپاس. و پنجم ای که در حال حاضر مطرح میشه از اینمی به اعتمادی است این به اعتمادی را وظیفه اولی حکومت ماست که باید از مردم او طرف بکنه و رابطه حکومت و مردم رابطه در اعتماد و احترام متقابل باید ایجاد بکنه سپاس از شما آقای دانش در یک نکته بسیار کوتاه با این وضعیتی که تحلیل شد و بررسی شد آینده امنیت در آسیای مرکزی چگونه ارزیابی میکنیم. شما ما این باور استم که همکاری های منطقی بنابراین از اشکال همه موجودیت گروههای تروریستی در افغانستان پاکستان و کشورهای آسیای میانه که تازه دارن ظهور میکنن یگانه راه همی است که ما حالا ازی پدیده مبارزه بکنیم اصول و در منطقه تامین بکنیم همکاری های منطقی جمع هندستان و ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه و دو اول قدرت هند و چین اینا میتوانند دست به دست هم بتن بلاخره در چارچوب یک راهکار مین علیه این پدیده بکنیم از حضور میهمانان گرامی آقایان ذوالفقار امید رئیس حزب کار توسعه برنا صالحی کارشناس روابط بین و تواب دانش استای دانشگاه و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که تا این دم بحث رو دنبال کردید خدا نگهدارتان